به شما گیمرها و طرفدارای جویستیک. دوباره دوشنبه شد و قراره نیم ساعت فقط و فقط راجع به گیم صحبت کنیم. صنعتی که تا آخر سال 2020 میلادی فقط تو آمریکا ارزشش به بیشتر از 90 میلیارد دلار میرسه. پس بریم اول از همه مهمترین اخبار هفته قبل رو مرور کنیم. یه تریلر جدید از بازی مورد انتظار جدید یوبیسافت یعنی واچ داگز لیژن بیرون اومد. شما تو بازی واچ داگز لیژن میتونین تو نقش هر شهروندی قرار بگیرین. شخصیت‌ها و شهروندای مختلفی تو بازی هستن که هر کدومشون قابلیت‌ها و مهارت‌های خاص خودشونو دارن. گیمرها میتونن کاراکتراشونو به گجت‌ها، تجهیزات و لباس‌های مختلف مجهز کنن. تو این بازی هم مثل سری‌های قبلی سازمان مخفی زیرزمینی به اسم ددسک وجود داره که باعث حمله‌های انجام شده به نظام حاکم شهر لندنه. وظیفه شما اینه که ددسک رو ریبیلد کنین و با گروه‌های کنترل کننده شهر بجنگین و لندن رو از دستشون پس بگیرین. This is strange. One of our servers is being pinged constantly from the Wi-Fi of a particular Star Roger coffee. What's that supposed to mean? Yes, I thought it was noise at first too, but then I decoded the pings. It's Morse code. Three letters repeating over and over. Go on. S O. Wait for it. S. Let's make some inquiries. Drop the location on my map. I'm here. What now? There doesn't seem to be any obvious peril, does there? Have a seat and I'll ping back the IP, sending us the distress signal. Whoa, calm down, okay? You're making a scene. Well, it's not better than before. You're in our territory, huh? We make the fucking bills here. Got it? What's the deal with this burner phone bollocks? It's a cryptophone. It's secure. Every device on CTOS can be compromised. If we're overheard, we're dead. Both of us. Who is this? Not important. What matters is that I have inside information on SIRS, and I believe the people who framed you are rogue officers. Loath as I am to say it, DedSec may be my only hope to stop them. تو این را با شخصیت‌های مختلفی روبرو میشین که بعضی از اونا رو میتونین راضی کنین تا باهاتون متحد بشن. دیولپرهای بازی هم قول دادن که نقشه و دنیای بازی نسبت به نسخه‌های قبلی خیلی بهتر شده باشه. بازی واچ داگز لیژنز 8 آبان 1399 29 اکتبر 2020 میلادی برای ایکس باکس وان، PS4 و PC منتشر میشه. چند وقت بعدش هم برای کنسول‌های نسل 9 ریلیز میشه. Mate.
I'm with DedSec. You called us? Of course. You shouldn't have come here. Now they'll know for sure I've betrayed them. I just saved you, dipshit! No, you've just damned us both. Look, I'll upload the intelligence onto an anonymous FTP. It'll explain everything. No, how about you explain everything? My name is Richard Mannick. I'm an intelligence analyst. I believe Zero Day are rogue SIRS officers who framed you for the bombings to seize power. Now they're murdering or blackmailing anyone who threatens them, which now somehow includes me. All right. We'll have Bagley check the intel. Don't make me regret this. That I can't promise. بالاخره تریلر گیم پلی بازی فیفا 21 هم ریلیز شد و ما رو با تغییرهای بازی امسال بیشتر آشنا کرد. اولای ماه قبل بود که شرکت EA رسماً از نسخه جدید سری محبوب فیفا یعنی فیفا 21 رونمایی کرد. تریلرهایی که قبلاً از بازی منتشر شده بود بیشتر بازیکنهای واقعی فوتبال و نمایش‌های سینمایی داشت و جزئیات زیادی از گیم پلی بازی رو به ما نشون نمیداد. اما این تریلر جدید فقط راجع به گیم پلی بازی و فیزیک بهتر بازیه و هوش مصنوعی بیشتر و کنترل بیشتر گیمرها رو بازیکنها به ما نشون میده. قراره به زودی یه تریلر دیگه هم از بازی بیرون بیاد و بخشای محبوب این بازی یعنی کریر مود و التیمیت تیم رو به ما نشون بده. که اینطور که پیداست قراره خیلی بهتر بشه. البته EA گفته تکنولوژی جدید وار به بازی اضافه نشده و با اینکه فوتبالا الان تو کل دنیا بدون تماشاگره، تماشاگرای فیفا سر جای خودشون موندن. فیفا 21 18 مهر ماه 1399، 9 اکتبر 2020 میلادی برای ایکس باکس وان، نینتندو سویچ، PS4 و PC منتشر میشه. چند وقت بعدش هم برای کنسولای نسل 9 ریلیز میشه. انجام بازی کال آف دیوتی مادرن وارفر هم از هفته پیش شروع شد و گیمرها تونستن دوباره با یه آپدیت حدوداً 40 گیگی اونو دانلود کنن. این آپدیت چند تا نقشه جدید مثل سولدار هاربر و پتروف اویل ریگ رو به کال آف دیوتی مادرن وارفر اضافه کرد و یه سری تغییر هم تو نقشه وارزون داشته. مهمترین تغییرهای نقشه این بازی بتل رویال اضافه شدن قطار به بازیه. این مسئله باعث آسان‌تر شدن رفت و آمد گیمرها تو نقشه بازی شد و مبارزه‌ها تو واگن‌های متحرک این قطار هم خیلی باحال شده. ماشین‌های این بازی هم دیگه اکثرا واسه خودشون تیربار دارن. درهای استادیوم معروف بازی هم دیگه باز شده و گیمرها میتونن تو استادیوم با هم بجنگن. توی بخش مولتی پلیئر بازی کال آف دیوتی مادرن وارفر هم فرودگاه وردنکس اینترنشنال به حالت گراوند وار و نقشه لایف استاک به حالت گان فایت اضافه شده. Lurks to Rose. You ready to start this fire? Always. You know that. That's what I like to hear. How about some fireworks? Whole squad ready. Good effect on target, Shadows. Doors open, bring in the bird. That on my watch. Brain, what you got? I'm going to the top. Guess who's back? هفته قبل اپیزود جدید استیت آف پلی هم پخش شد و توش یه سری تریلر جدید پخش شده. این ایونت هم مثل همه ایونت‌های مهم دنیای گیم توسط پیج اینستاگرام جویستیک پوشش داده شد. حالا بیاین با هم مهمترین تریلرهای پخش شده از ایونت رو بررسی کنیم. Hey everyone, I'm Lou Studdard, producer at Toys for Bob, and I'm here to talk to you about Crash Bandicoot 4. It's about time. Crash 4 is a direct sequel to Crash Bandicoot Warped. The devious villains Neo Cortex and Dr. Entropy have finally escaped their interdimensional prison, leaving an evil scientist-sized hole in the universe. اولین تریلری که توی این استریم پخش شد گیمپلی بازی Crash Bandicoot It's About Time بود. گیمرها میتونن همه مرحله ها رو با Crash یا Coco بازی کنن. بعضی جاها هم با دکتر نیو کورتکس و دینگو دایل قابل بازیه. برای مثال نیو کورتکس با سلاحش میتونه شکل چیزا رو عوض کنه. کاراکترهای بازی لباس و ظاهرهای مختلفی دارن. دیولوپرها گفتن که بازی این گیم پرچس یا همون پرداخت درون بازی نداره و همه آیتما با رد کردن مرحله‌های بازی آنلاک میشه. یکی دیگه از چیزایی که تو این تریلر معلوم شد قابلیت اینورت تو این بازیه. با حالت اینورت تمام مرحله‌های کرش بندیکوت 4 با ظاهرهای متفاوت قابل تکراره.
این حالت فقط به تغییرهای رنگ بندی محیط مربوط نمیشد، تو بعضی از اوقات شکل محیط کلا عوض میشه. We wanted to bring something brand new to the table, so we teamed up with our friends at Beenox to create a brand new style of play for Crash 4 that we call Inverted Mode. It's our souped-up, bump-a-berry-fueled take on a mirror mode. Not only are perspective shifted, but now each of the dimensions are rendered in a new and unique art style that really changes the look and feel of the experience. One dimension could be asking you to traverse through a neon wasteland, while another tasks players with spinning paint all over the environment to see their path forward. We've even got one that feels like an old-timey movie, with the overcranked camera speed increasing the actual speed of gameplay as well. Once unlocked, players can replay all the game's levels with a totally new and dynamic look and feel. It's an incredibly fun feature that is going to give every player, especially the completionists out there, a reason to revisit each level again to see what new and exciting experiences in store for them. So that's some of the new stuff that we have in store for you in Crash Bandicoot 4, It's About Time. Experience the space and time-bending madness on October 2nd. این اپیزود از State of Play یه سورپرایز جالب هم واسه همه طرفدارای هیتمن داشت. معلوم شد بعد از ریلیز بازی هیتمن 3 تو جنوری 2021 کل سه تا نسخه بازی‌های هیتمن با عینک PSVR قابل بازی و اونایی که عینک پلی‌استیشن VR داشته باشن میتونن دیگه کامل تو نقش مأمور 47 فرو برن. گرافیک نسخه VR که تو این تریلر معلوم شد خیلی خوب بود و این نشون میده که تکنولوژی VR داره کم کم تو صنعت گیم خوب جا میفته. You should mingle, have fun. Oh, don't worry about that. My art speaks for itself. Well, I have to go. I'll call you when I get back to New York. State of Play یه گیمپلی مفصل از بازی گادفال منتشر شد و توش راجع به سلاح‌ها و کلاس‌های بازی کامل توضیح داد. دنیای بازی بر اساس 4 عنصر حیات یعنی خاک، آتش، هوا و آب طراحی شده که هر کدوم از اونا طراحی خاص و شرایط محیطی مخصوص خودشونو دارن. دیولپرها قول دادن که گیمپلی بازی جذاب، خاص و حسابی چالنجینگ باشه. هر شوالیه تو بازی مهارت‌های خاص خودشو داره که گیمرها میتونن از اونا واسه نابود کردن دشمناشون استفاده کنن. دیولپرها گفتن که شما هیچ چیز اضافی قرار نیست واسه بازی بخرین و صرف تا صد بازی همون روز اول ریلیز میشه. بازی گادفال تعطیلات سال نو میلادی واسه کنسول PS5 و پلتفرم PC منتشر میشه. بازی این هفته بخش اکسکلوسیو اسمش Werewolf The Apocalypse Heart of the Forest. این بازی تو ایونت آنلاین فیوچر گیمز شو که پیج اینستاگرام جویستیکم اونو کامل پوشش داد معرفی شد.
این بازی داستان یه گرگینه به اسم کاهاله که مقابل یه شرکت نفتی به نام اندورن که قصد نابودی مادر طبیعت رو داره مبارزه میکنه. کاهال علاوه بر حالت انسانی خودش به یه گرگینه بزرگ تبدیل شده. شخصیت کاهال در تلاش تا به یه رستگاری و شکوفایی برسه و نقش مهمی تو جنگ بین دو شرکت نفتی اندورن و گارو داره. تو بازی ورولف د اپوکالیپس ارت بلاد باید اندازه خشم خودتون رو تو فایت ها کنترل کنید. این بازی اگرچه سبکش اکشنه اما یه سری فاکتورهای RPG مثل قابلیت آپگرید کردن کاراکترها و سلاح‌ها رو داره. این بازی 16 بهمن 1399 4 فوریه سال 2021 واسه همه کنسولای نسل 8 و 9 و البته پلتفرم PC منتشر میشه. حتما شما گیمرها تا حالا اصطلاح ری تریسینگ رو زیاد شنیدین. مثلا حتما شنیدین که یه سری از بازی‌ها از این تکنولوژی پشتیبانی می‌کنن و بعد واسه تجربه‌ش هم کارت گرافیک‌های خاصی داشته باشین. ری تریسینگ به طور خلاصه تکنولوژی دنبال کردن ذره‌های نور یا همون فوتون‌های مصنوعی از یه منبع مصنوعی نور به چشم پلیر یا دوربین فیلمبرداریه که هدفش تولید صحنه‌های فوق‌العاده طبیعی از نظر نورپردازی و پخش نور و سایه است. این تکنولوژی سالهای سال تو صنعت فیلم و انیمیشن کاربرد داشته ولی جدیداً وارد صنعت گیم شده. راستش هر فیلم یا انیمیشن با کیفیتی که تا حالا تماشا کردیم یه جورایی از این تکنولوژی برای طبیعی کردن فضا استفاده کرده. به عنوان مثال یه چیز دیگه که حتما دیدید کیفیت بالای دمو یا تریلر بازی‌ها در مقابل محصول نهاییه. یکی از دلایل اصلی این تفاوت کیفیت به کار بردن تکنولوژی ری تریسینگ تو تولید دموها و تریلرها و ناتوانی از استفادهش تو نسخه نهایی بازیه. بازی‌هایی که از این تکنولوژی پشتیبانی می‌کنن میشه به بتلفیلد 5، کنترل، دلیور اس د مون، مترو اکسودوس، کال اف دیوتی مودرن وارفر و البته سایبرپانک 2077 اشاره کرد. بعد این موضوع هم بدونین که با هر سیستم و کارت گرافیکی نمیتونین از تکنولوژی ری تریسینگ استفاده کنین و فقط کارت گرافیک‌های خاص میتونن این ویژگی رو تو بازی پروسس کنن. در حال حاضر فقط کمپانی انویدیا است که این تکنولوژی رو تو بازی‌های PC ساپورت میکنه. کارت گرافیک‌هایی که پیشوند RTX دارن بهترین کارت گرافیک‌هایی هستن که از این تکنولوژی پشتیبانی میکنن. اما این کارت گرافیک‌ها معمولاً خیلی گرونن. مثلا RTX 2080 از 1000 تا 1200 دلار قیمتش و واسه اکثر گیمرها خیلی گرونه. برای همینم چند وقت پیش کمپانی انویدیا یه درایور جدید منتشر کرد و توش کارت گرافیک‌های رده بالای GTX مثل GeForce GTX 1660، GTX 1080، GTX 1070 و GTX 1060 6 گیگابایتی هم به تکنولوژی ری تریسینگ مجهز شد.
یه سیستم جدید ببندین و مشکل بودجه هم ندارین، پیشنهاد میکنم این تکنولوژی و آینده‌اش رو در نظر داشته باشین و یه کارت گرافیک با قابلیت ری تریسینگ بگیرین. ولی اگه با این قیمت‌های دلار بودجه‌تون محدوده، بهتون اطمینان میدم نداشتن این تکنولوژی هیچی از گیمر خفن بودنتون کم نمی‌کنه. البته اینم بدونین که این تکنولوژی هم با گذشت زمان قطعاً خیلی ارزان‌تر از این حرفا میشه. بازی این هفته بخش نوستالژی یکی از خاطر انگیزترین بازی ها واسه گیمرهای PS1ه. بازی متال سلاگ که ما تو ایران بهش میگفتیم سرباز کوچولو، همه اونایی که کنسول PS1 داشتن کلی این بازی رو با رفیقاشون انجام دادن. احتمالا خیلی همون اولین کوآپ عمرمون رو تو این بازی تجربه کردیم. تو بازی متال سلاگ دشمنا به شما حمله میکنن و شما باید با کمک اسلحه و نارنجک اونا رو بکشین. دشمنای خیلی متفاوتی تو این بازی هست، مثل سربازای معمولی، زامبیا، مومیایی، هلیکوپتر و حتی موجودات فضایی. بازی متال سلاگ نسخه‌های مختلفی داره که اولی سال 1996 منتشر شد و بعد از استقبال فوق‌العاده‌ای که از این بازی شد، دومین نسخه‌اش هم سال 98 اومد و به ترتیب تو سال‌های 1999، 2000، 2002، 2003 و 2005 بقیه نسخه‌های این بازی منتشر شد. اما واسه ما بهترینش همیشه همون بازی اوله و اسمش هم سرباز کوچولوئه. Metal Slug. درخواست خیلی از شماها یه آیتم جدید و حرفه‌ای به برنامه اضافه شده. من و یه مهمون که شاید خیلیاتون با کاراش آشنا باشین و بشناسینش، با هم یه بازی خفن و باحال و تومخی رو بازی کردیم و می‌خوایم خلاصه گیم پلیش رو براتون تو برنامه پخش کنیم. چون وقت برنامه محدوده، نسخه کامل این گیم پلی چالشی رو از طریق کانال تویش جویستیک چهارشنبه و جمعه و یک شنبه ساعت 10 شب به وقت ایران پخش می‌کنیم و خود منم تو قسمت چت لایو هستم. تا یادم نرفته بگم که مهمون برنامه دیجی ال عزیزه. بریم قسمت‌هایی از یک کلکل باحال و بامزه بین من و دیجی ال داشته باشیم. لازم نیست صاحبا. آقا بریم بازی کنیم. خب از شد که کسی ماوس نواد به کوب رو زمین، هر کی ماوس به کوب رو زمین میکوبت دهنش. دیگه جایزه مایزه خبری نیست. اونی که تو 20 دقیقه که داریم میگیم بیشتر بره جلو جایزه میگیره. و اینکه حالا کدومتون میخواد؟ من جایزه میخوام. کدومتون میخواد؟ بذار ایشون اول داره. ایشون اول میره. خواهش میکنم. خواهش میکنم. برو خودت. بفهم خانم اول. فرقی نمیکنه. به هر حال هر جفتتون از اول بازی میرید. ببینیم تا کجا رفتید جلو. آره. اوکی شما؟ بله. I don't wanna hear it. ها بعدن نمیخوام بشینید. واسه من چیز کنم. نه لیزر. ببین کلا این بازی خیلی رومخیه. من از الان بگم ولی کلا بازی میکنی. اصلا کلا من با تو حرف بزنم 24 ساعته تو رو مخ منی بده. مثلا من صبح داشتم دارم تمرین میکنم. اوکی برید. شوخی میکنه. اصلا شوخی نه. شوخی اخلاقش اینجوری از افعال معکوس استفاده میکنه. این که منظورش میگه تو مخی، یعنی منظورش اینه که اصلا
نباشی تو مخه. اوکی ببین الان نگاه فقط فقط نگاه کن ببین که چجوری گیر کردم. این گیمر تو میگفتین اینه؟ ببین تو بیا با من بازی های خفن تر بیتر بیا زشته جلو مردم حرفا نزن بوده میشه خواهش کنم رو مغزم نری؟ ببین نگاه کن این آقای تو دیگی باشه رو مغزت نمیاد دیگی اوکیه میتونن دیگی میتونن رو مغزه هم دیگه برن که طرف بله جلو دتس اوکی ببین ببین اینو فقط ببین آها یعنی این قسمتش که به این سادگیه رو هنوز نمیتونید برید خدا رو خیلی نه اولا داداش من جم نزن اولا داداش من برید بره بره من اینجوری هم که یه دفعه میره تو فرنگ یه دفعه دیگه کم بوده بیا بغل من الان تو ببین نگاه از اول آقا اونوری باید بری خانم حتی شروع رفت رفت تو قبله آره الان احتمالاً آیسان میره الان همونجاست که یارو رو درم میکنن تو حلب میره اومن اینه یارو رو درم میکنن با تو هم افلیج تو دیگ این همونی این همونیه که افلیجه ببین نگاه کن فقط ولی فیگورای خوبی میگیره وقتی میره بالا دادی آره افش سنگینه آره میتونی خیلی هم نیازی توش که چیز بکنی میتونی با یکی دوتا حرکت یه کنه اگه فکر بکنی با یکی دوتا حرکت آروم آره با یکی دوتا سنگ برو بالا الان ببینم نفس هم ایوان نفس هم میتونی اصلا ببین اون رو بندست بالا آها یه خود شورش کن بیاد پایین بابا نخند نه اینکه میگه شلوش کنی کم بیاد پایین برو بالا تو برو هم بقیل هم جویستی که این هفته هم تموم شد یادتون نره علاوه بر تکرارهای هفتگی RJ TV میتونین این قسمت با تمام قسمتهای قبلی و تو کانال یوتیوب جویستیک تیوی شو با بهترین کیفیت ببینین چهارشنبه و جمعه هم ساعت 10 شب قرار لایو استریم برنامه رو تو توییچ داشته باشیم و خود منم اونجا تو قسمت چت حاضرم و به همه سوالاتون جواب میدم. پس از دستش ندین. اگرم دوست دارین تو بخش اسپانسرینگ برنامه جویستیک با ما همکاری داشته باشین، میتونین با آیدی تلگرام جویستیک شو در ارتباط باشین. تا هفته دیگه بازی کردن یادتون نره.